سلام و شالوم خداوند به همه شما عزیزان خداوند خدا رو شکر میکنم برای این ایامی که درش هستیم و شک گذاری میکنم برای این ایام مبارک خدا رو شکر میکنم این روز کریسمس سال نو و این روزهای خوب و شادی رو که خداوند به ما داد روز مبارکی رو که خداوند برای ما ساخت رو به همه شما تبریک میگم بیایید با شک گذاری به حضور خداوند بریم پدر جان تو رو شکرگزاریم براستی برای این روزهای نیکو که به ما بخشیدی شکرگزاری میکنیم برای کلیسات خداوند برای سال جدیدی که خداوند تو برای ما مهیا کردی و برای این سال خداوند برنامه های تازه ای داری خداوند برای رشد ما برای نیکویی ما ای خداوند و برای اراده خودت ای خداوند تو رو شکرگزاری میکنم برای این زمانی که با عزیزان دارم و میتونیم کلام تو رو بر زبان بیاریم شکرگذاری میکنیم و با ایمان دریافت میکنیم آنچه که خداوند امروز میخواد به ما بده خدا رو شکر برای همه عزیزانی که میبینم دارید میایید عزیزان دل خداوند و خدا رو شکر میکنم برای اینکه این زمان مهیا شد امروز البته خب خارج از این روزها نمیتونیم صحبت کنیم امروز روز مبارک کریسمس رو داشتیم و امروز هم سال جدید شده سال نو رو داریم و این سال نو یک سال که همینجور بگیم یک سال داره تازه میشه یا یک سال نو معمولی نیست واقعا سال نو میلادی برام جالبه شاید خیلی از عزیزان هم به این قضیه یک هم عمیق شدیم و نگاه کردیم که چطوره که این سال نو این نو شدن با ایمان مسیحی با تولد مسیح معنی پیدا میکنه تاریخ ما تاریخ دنیا با تولد مسیح به دو قسمت تقسیم میشه قبل از میلاد و بعد از میلاد این رو هممون دقت کردیم درسته خدا رو شکر مرسی مرسی از همه عزیزانی که دارن پیام تبریک میگن خدا رو شکر میکنم براتون و عیسی مسیح با تولد خودش دنیا رو این سال رو این زمان رو به دو قسمت تقسیم کرد چه اونهایی که ایمان داشته باشند به عیسی مسیح و باورش بکنن نکنن شناخت داشته باشند یا نداشته باشند، چه اونهایی که میدونن همه و همه همه و همه در زیر این تاریخ و این موضوع قرار می گیرند. با تولد عیسی دنیا به دو قسمت تقسیم شد قبل از تولد عیسی و بعد از تولد عیسی حالا من این جلسه حقیقت دلم میخواد که یکم در مورد این که این تولد چرا انقدر اهمیت داره چرا تولد عیسی انقدر مهمه و چه کاری توی زندگی ما میکنه و چرا این اتفاق افتاد که عیسی تولدش تاریخ رو به دو قسمت بکنه و این تاثیرش بر زندگی ما و یا زندگی اونهایی که کلا ایمان دارن یا ندارن وجود شکل میده و تحت تاثیر قرار میگیره این به چه شکله دلم میخواد که توجه همه عزیزان چه ماهایی که ایماندار هستیم چه اون عزیزانی که ایمان ندارن و همینجور میبینیم که دارن کریسمس رو جشن میگیرن کریسمس رو جشن میگیرن چراغونی میکنن و خوشحالن از سالی که داره شروع میشه و از کریسمسی که اتفاق میفته به هم کادو میدن همه این کارا رو میکنن بدون اینکه بدونن واقعا چه اتفاقی داره میفته دلم میخواد که امروز با هم بررسی کنیم و ببینیم که این سال میلادی و این تولد عیسی چی بود که از ابتدا اینقدر مهم شد ما وقتی که کتاب مقدس رو نگاه می کنیم بذارید اینطوری بگم خیلی از عزیزان میدونید ولی خب به هر حال این برنامه طوری هست که عزیزانی که حتی ایماندار نیستن یا تازه به عیسی ایمان آوردن تازه به خداوند ایمان آوردن اونها هم دارن میبینن من دلم میخواد که این رو با همدیگه یک جنبندی داشته باشیم و یه درکی کلی داشته باشیم که داره چی میگذره خداوند در کتابش از همون ابتدا قبل از میلاد دارم میگم چه اتفاقی افتاد از قبل از میلاد خداوند به طریق مختلف به طرق مختلف به توسط انبیا آمدن عیسی رو داره به ما اعلام میکنه به مردم زمین اعلام میکنه و مجده آمدنش رو میده گفتم مجده آره مجده آمدنش اینو اعلام میکنه و میگه که این چیز خوبیه که میخواد اتفاق بیفته هی hey میگه ببینید منتظر باشید منتظر باشید من میخوام این کار رو انجام بدم خوشحال باشید امیدوار باشید من میخوام این کار رو انجام بدم حالا ببینید این از کجا شروع شد از همون ابتدایی ترین قسمت کتاب مقدس توی پیدایش زمانی که زن از مار فریب میخوره و اون میوه ای رو که نباید از درخت خوب و بد میخورد میخوره و سقوط میکنه زمانی که انسان انسانی که در خداوند به شبیه خداوند بود و با خداوند رابطه داشت این رابطه میشکنه به توسط گناه و سقوط میکنه و جدا میشه این رابطه ای رو که باید در خداوند میداشت و زندگی میکرد دیگه نداره از خداوند دور میفته و جالبه اونجا خداوند انسان رو رها میکنه خداوند انسان رو رها میکنه محبت خداوند از همونجا بود خداوند بهش چی میگه به زنی که این اتفاق رو به وجود میاره و آدم هم تحت تاثیر این اشتباه قرار میگیره خداوند از همونجا مجده آمدن عیسی رو برای انسان سقوط کرده و فریب خورده میده خدا به کمک انسان میاد خداوند تو آیه تو پیدایش سه پون، پونزه اینا رو میگم اگر خواستید هر کدوم از عزیزان میتونن خودشون کل آیه رو بخونن تو پیدایش 3.15 خداوند میگه که اداوت یا اداوت در میان تو و زن قرار میدم اینو به مار میگه ماری که اونجا نماد شریر و شیطانه میگه یه دشمنی ببین تو این کار کردی انسان رو به اشتباه انداختی و اون رو از من دور کردی فریب دادی من که انسان رو رها نمیکنم من که اون رو محبت میکنم کنم دستمو نمیذارم از دستش جدا بشه و اون رو از نو به سمت خودم میارم کمکش میکنم ولی یک دشمنی بین شما دوتا قرار میگیره بین تو مار و زن و میگه که در میان ذریت تو و ذریت زن ذریت شریر اونهایی که از نسل شریر هستن اونهایی که شرارت رو همش دارن دامن میذارن و قلبشون قلب شریره و میخوان که اراده شریر و شیطان رو انجام بدن و خداوند از نسل زن حالا چرا از نسل زن بارها شنیدیم برای اینکه عیسی از مریم باکره به دنیا میاد از انسان از یک انسان تولد پیدا نمی کنه. از یک مرد به وجود نمیاد خداوند از رحم مریم استفاده میکنه و عیسی رو به این دنیا میاره به توسط روح القدس خداوند آیا خدای معجزه نیست معجزه است عزیزانی که شاید ایمان مسیحی ندارن میگن که چطور میتونه این اتفاق بیفته آیا خداوند قادر مطلق نیست خدا نمیتونه هر کاری بکنه خدا میتونه پیغمبر بفرسته خدا میتونه خیلی معجزات دیگه بکنه خیلی کارهای دیگه بکنه اگر خدایی که قادر و توانا و عالم و دانا و حکیم و همه اینها نباشه و در اون مرتبه قرار نداشته باشه چه خداییه و چطور باید اون رو چرا باید اون رو ما دنبال بکنیم خداوند قادر مطلقه و همه کار میتونه بکنه و خداوند اونجا این پلن رو اعلام میکنه این نقشه رو اعلام میکنه که خدا رو شکر برای عزیزانی که میایید روی ماهتون رو میبوسم و شکر گذارم برای اینکه این زمان براتون مهیا شده خدا رو شکر برای خداوند خداوند از انسان ناامید نمیشه انسان رو ترک نمیکنه پلن بعدیش رو که در از ابتدا داشت به انجام میرسونه میگه از نسل زن چون عیسی از یک زن فقط به دنیا اومد میگه از این نسل کسی به دنیا خواهد اومد انسانهایی خواهند آمد انسانی خواهد آمد که با توی شریر در دشمنی خواهد بود با تو سرسازش نداره با تو کنار نمیاد و تو رو مغلوب میکنه این اولین مجده آمدن ایسا جای دیگه توی پیدایش 22 15 تا 18 اونجا رو میبینیم که ابراهیم که مرد خدا بود و امروز میخوام خیلی سریع برم از روی اینا ولی حیفم اومد که نگم براتون چون واقعا قشنگه واقعا کل کتاب مقدس یک هارمونی و یک پیوستگی عجیبی توشه عزیزانی که شاید خیلی شناخت ندارن یا نمیخونن فکر میکنن که مثلا کتاب های موسا رو ما نگاه نمیکنیم کتاب نمیدونم اشعیا ارمیا داوود مثلا اونها رو گذاشتیم کنار و فقط کتاب مثلا بعد تولد عیسی کتاب انجیل و مثلا نه همه کتاب کلام خداوند کل کتاب از روح خداوند از الهام خداوند نوشته شده پس همه اونها برای ما مهمه توی پیدایش 22 15 تا 18 ما میبینیم که ابراهیم که مرد خدا بود و فرزندی نداشت به حضور خداوند میره و از خداوند میخواد که بهش فرزند بده و خداوند اونجا بهش آسمون رو نشون میده میگه این ستاره های آسمون و این ریگ های بیابونه که میبینی ابراهیم من به اندازه اینها به تو فرزند میدم نسل تو رو برکت میدم به این اندازه فقط تصور بکنید به این اندازه بهت فرزند میدم و چی میگه این رو اینجا رو داشته باشه تو این آیه تو آیه 18 میگه که از ذریت تو به ابراهیم داره میگه از ذریت تو جمیع امتهای زمین برکت خواهند یافت عجیبه ها حالا نسلش رو برکت داده ولی اینجا میگه از نسل تو کسی میاد برکتی در نسل تو وجود داره که ابراهیم جمیع امتهای زمین همه قوم ها همه امتها اونها برکت خواهند یافت و تو آیه 17 ببینید چی میگه میگه زوریت تو ذریت تو اون کسی که از نسل تو میاد و اون رو من دارم برکتش دادم فقط برکت همینطوری زمینی و مادی نیست میگه ذریت تو دروازه های دشمنان خود را متصرف خواهند شد اینه که دارم میگم اهمیت میلاد مسیح مجده بشارت خوشی این چیزی که وجود داره یه چیزی تو این هست این رو از کنارش همین جوری سطحی نمیتونیم رد بشیم بگیم که او خب داره یه کسی میاد مثلا خداوند نه یه چیزی هست که برای تمام دنیاست و خداوند این رو داره در قبل از اومدن عیسی داره هی به قومها این رو مژده میده هی به قوم ها این نویدو میده این امیدو میده و این انتظار رو میخواد که اینا داشته باشن که این منجی رو دریافت کنن این شخصی رو که میخواد بفرسته این رو درک کنن و بفهمنش و ازش برکت بگیرن این چیزی بود که خداوند به ابراهیم میگه حالا ببینیم بعدها باز میریم جلوتر اشعیای نبی اشعیه نبی توی نو میبینیم تو باب نو آیه 6 اینجا اشعیا چیز قشنگی داره میگه خیلی هستم من این چند تا رو انتخاب کردم اشعیا داره میگه برای ما ولدی زایده و پسری به ما بخشیده شد اشعیا داره آینده رو میگه میگه به ما یه فرزند داده خواهد شد یه پسر که به دنیا میاد حالا این پسر کیه که اینقدر اهمیت داره و چه کاری میکنه که اینقدر اهمیت داره و ما باید بدونیم حالا ما و نسل های آینده که هنوز نیومدن یعنی انتظار بکشید این کسی که داره میاد کی هست اینو اشعیا سالها سال 400 500 سال قبل داره میگه داره میگه که این پسر به دنیا میاد که در ادامش میگه و سلطنت بر دوش او خواهد بود کسی که پادشاهی میخواد بکنه سلطنت سلطنت سلطنتی که از خداوند سلطنتی که در راستی سلطنتی که در عدالت سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب هللویا اسم او عجیب آیا اسم خداوند عجیب نیست امانوئل خدا با ما اسم او عجیبه یعنی که چی یعنی چی خدا با ماست اصلا یه همچه چیزی قابل تصور و درک نبود که بخوام بفهمن که چه اتفاقی داره میفته خدا بیاد روی زمین خدا با ما با ما انسان چقدر این خداوند باید در محبت عمیق باشه و چقدر باید بتونه ما رو محبت بکنه و دیگه چه کاری باید واقعا بر ما بکنه میگه اسم او عجیب که این اسم عجیب همون امانوئل یا خدا با ماست و مشیر اشعیا داره میگه اسم او عجیب و مشیره مشیر یعنی چی مشاور مشورت دهنده مشیره آیا خداوند با ما با مشورت کننده نیست میدونیم خداوند امروز ما رو مشورت میده و خدای قدیر و پدر سرمدی پدری که جاودانه است ابدیه این دیگه ابدیه این دیگه میمونه و سرور سلامتی واو این یکی دیگه عالی یعنی یعنی یکی دوتا نیست واقعا وقتی که داریم میگیم انقدر زیاده انقدر عظیمه انقدر عمیقه که درکش مفوق از تصور ما انسان تصور انسانی ما میشه و سرور سلامتی یعنی پادشاه صلح و سلامتی پیس آرامش یعنی چیزی که امروزه مردم تو دنیا میخوان مثلا میگن پول داره ثروت داره مقام داره زندگی داره مکان خوب داره همه چی داره بهش میرسی میگه مثلا به هر کی از پیر و جوون و دارا و ندار میرسی میگه چی میخوای میگه آرامش میخوام من فقط آرامش میخوام اگه آرامش داشته باشم فقط آرامش بهترین چیزه چیزی که نه با پول میشه خرید نه با ثروت نه نمیدونم با مقام میشه خرید نه با شهرت نه با هیچ نمیشه خرید نه با دانش آرامش از هر کی میپرسی میگه آرامش بهترین چیزه آرامش سلامتی همین رو میخوام بهترین چیزه اینجا داره اشعیا میگه این کسی داره میاد براتون که سرور سلامتیه سرور سلامتیه آرامش صلح پادشاه برای این یعنی دیگه آخرشه یعنی اینو خداوند داره بهتون میده واو هللویا هللویا این خداست یعنی کل کتاب مقدس رو وقتی که میخونیم تا برسیم به چار انجیل ما میبینیم که خداوند داره چی به ما میده چی به ما میگه هی hey خداوند داره اعلام میکنه و خیلی چیزای عجیبی میگه که باید خون و فهمید خب از اینجا رد میشیم میرسیم به آخراش کم کم میرسیم به لغا جایی که خداوند مریم رو ملاقات میکنه و مریم از اطاعت میکنه و از روح خداوند باردار میشه فرشته خداوند به مریم میاد و میگه مریم تو برگزیده خدا هستی خداوند میخواد از طریق تو فرزندی رو به این دنیا بیاره مریمی که نامزد داره ولی هنوز ازدواج نکرده فقط بارها و بارها شاید خیلی از عزیزانم این رو این احساس رو داشته باشن بارها و بارها این تصویر رو برای خود من سعی میکنم که اینو ملموسش کنم و درکش کنم بگم واقعا اگر هر کدوم از ما مریم بودیم چقدر سخت بود در اون جامعه فکر کنید یک جامعه یهودم جامعه خیلی سختی بود و رابطه قبل از ازدواج معنی نداشت واقعا فکر کنید که خداوند میاد و این کار رو از مریم میخواد و مریم چقدر باید مطیع کلام خداوند باشه که اطاعت بکنه و بگیم آمین خداوند بشود اون چه که تو میخوای رو انجام بده خداوند و خداوند میگه از روح من فرشته و روح خداوند برای رو خداوند برید میاد و فرشته اینا رو بهش میگه روح خداوند برید میاد و این فرزند رو تو باردار خواهی شد و به دنیا خواهی آورد و مریم اطاعت میکنه و میبینیم که در کتاب لوقا میبینیم که در همون ابتدا یک و دو میبینیم در این رابطه صحبت میکنه و طبق پیشگویی ها عیسی به دنیا میاد حالا یه قسمت دیگه اینا رو خوندیم خیلی داستانش قشنگه یعنی جز به جز وقتی که میخونیم بی تشویقتون میکنم که هر چند بار که خوندید باز هم برای خودتون بشینید و در آرامش و به عمق اون مطلب برید و ببینید که چه اطاعتی مریم کرد و حتی یوسف نامزد مریم چه مسیری رو در این اطاعت گذروندن آسون نبود پذیرش کلام خدا و اطاعت کردن و مطیع شدن برای اونها آسون نبود چیز بزرگی خداوند ازشون خواسته بود مسئولیت خیلی بزرگ بود هللویا خدا رو شکر هللویا آمین خواهر سریا جان عزیزم خدا عاشق است میخواهد ما رو ما میخواد مردم رو از آتش ابدی نجات بده آمین مردم ناز میکنن به مسیح و ایمان نمیارن خدا که به انسان نیاز نداره این ما هستیم که به اون محتاجیم آمین خداوند برکتش رو نجاتش رو مهیا کرده این ما هستیم که باید بپذیریم اون نیاز به ما نداره او نیاز به ما نداره ابدا ما هستیم که نیاز داریم که به ما کمک بشه حالا بیایید بریم توی لوقا دو تا 16 جایی که عیسی داره دنیا میاد اینا رو میخوام بگم آخرش برسم به جای دیگه لوقا دو هشت تا شونزه میبینیم که مریم و نامزدش رفته بودن برای سرشماری جایی پیدا نمی کنن و همه خونه ها پر بوده به مز... مکان دیگه ای رفته بودن و این بچه رو مجبور میشن که در یک آخور بخوان دنیا بیانن و اونجا فرشته خداوند به شبانانی که اون اطراف بودن خداوند میاد و ببینید چی میگه میدونید میخوام چی رو بگم میخوام بگم خداوندی که داره هی به ما اعلام میکنه این اومدن عیسی اهمیت تولد عیسی چیه این اهمیت تولد چیه که اینقدر مهم شده که حتی تاریخ مسیح تاریخ میلادی شده تاریخ تولد مسیح تاریخ میلادی شده قبل از تولد و بعد از تولد اهمیت این تولد رو میخوام با همدیگه داشته باشیم ببینید فرشته ها چی میگن توی لوقا دو شبان ها نشسته بودن برای خودشون روی تپه و حالا رو اون بلندی هر جا که بود نشسته بودن و در اون شب فرشته میاد فرشته به اونها ظاهر میشه تو آیه ده فرشته ایشان را گفت ما ترسید زیرا اینک بشارت خوشی عظیم به شما میدم فرشته ها به شبانان حالا مثلا فکر کن به شبانان چه که داره عیسی دنیا میاد ها اینجوری میشه فکر کرد شبان هم میگن به ما چه که مثلا حالا یه بچه داره دنیا میاد ببینید فرشته ها چی میگن فرشته ها آدم نیستن ها علکی حرف قلوف بزنن مثلا یک دفعه یک کلمه گنده بگن بر خودشون همینجوری که گفته باشن نه میگن زیرا اینک بشارت خوشی عظیم به شما میدم یعنی یه مجده یک بشارت عظیم یه اتفاق خیلی بزرگ داره اتفاق میفته یه چیز خیلی بزرگ که من دارم مجدش رو بهت میدم یه چیز خیلی بزرگی داره رخ میده زیرا اینک بشارت خوشی عظیم به شما میدهم که برای جمیع قوم خواهد بود شبانان چوپانان نه فقط برای شما این اتفاق خوب داره رخ میده برای جمیع قوم هاست یه چیز خیلی فوق العاده است که امروز برای شما در شهر داوود نجات دهنده ای که مسیح خداوند باشد متولد می شود واو میگه این خوشحالی میدونید برای چیه این بشارت عظیم میدونید چیه یه نجات دهنده اومده نجات از چی الان شبانا بگم ما از چی نجات پیدا کنیم ما اینجا نشستیم مگه ما در بندیم مگه گرفتاریم انسان حال خودشو نمیدونه بله گرفتاریم در بندیم وقتی که انسانی که سقوط میکنه در باغ عدن از اون اتفاق براش میفته انسان سقوط کرده است انسان در گناه است. انسان در اسارت انسان در تاریکی است. همه اینها در بیبرکتیه در لعنت است. در بدبختی اگر نبود که خداوند انقدر هی انبیا براشون نمیفرستاد راه اینه چا اینه را اینه چا اینه بهشون بگه انسان نمیتونه راه خودش رو پیدا بکنه فکر کنید یه دو دقیقه تو باغ عدن نموندن فریب ما رو خوردن انسان چطور میتونه بدون خداوند زندگی بکنه انسان چطور میتونه دور از خداوند زندگی بکنه و بگه من میتونم همه کار بکنم انسان در بنده انسان انسان سقوط کرده بود انسانی بود که در تاریکی بود و تشخیصی نداشت و اینجا شبانان دارن این فرشته ها به شبانان دارن میگن که برید و این مجده رو به همه بدید که منجی به عالم اومد همونی که خداوند سالها و سالها و سالها داشته هی به انبیا میگفته و هی داشته مجدش رو میداده بشارتش رو میداده امروز اتفاق افتاد این منجی به دنیا اومد حالا قشنگ در ادامش همش رو براتون نخوام حالا بچه رو میرن میبینن در قنداق پیچیده و چی و چی بعد تو آیه سینزه گوش کنید وقتی که میگه که و علامت همونجور داره توضیح میده فرشته ها براشون توضیح میدن که آره این علامت و نشانه اینه که یه بچه رو برید فلانجا توی اون آخر یه بچه تو قنداق پیچیده میبینید و این اون نشانیه که مطمئن نتون میکنم که این حرفی که ما داریم میزنیم درسته آدم اینجوری هم باید یه چیزی بهشون بگیم که مطمئن بشن که آقا این درست داره میگه خودش نمیگه فرشته یه نشونی هم میدن که برید با این مشخصات این بچه رو در فلان مکان پیدا میکنید تو آیه 13 در همان حال وقتی که اینو گفتن به شبانها به چوپانان در همان حال فوجی حساب کن فوجی یعنی هزاران هزار فوجی از لشکر آسمانی با فرشته ها حاضر شده فکر کنید این اتفاق چقدر عظیم بود این تولد چقدر مهم بود مگه چوپانا کی بودن که این همه خداوند بخواد فرشته نشون اونا بده این تولد چقدر از این بود که باید انسان میفهمید که داره چه اتفاقی میافته. در همان حال فوجی از لشکر آسمانی با فرشته حاضر شده خدا را تسبیح کنان میگفتند خدا را در اعلای علیین جلال و بر زمین سلامتی و در میان مردم رضامندی بود واو اینجا این اتفاق که داره میفته این نوزاد که تولد پیدا کرد اهمیتش اونقدر زیاد بود که این فرشته ها فوج فوج فرشته اومدن و شوق گذار شدن اینجا بذارید یه این نکته رو یادآور بشم نجات برای انسان مهیا شد این نجات که داریم میبینیم برای انسان مهیا شد عیسی برای ما به روی زمین اومد اومد ما رو نجات بده اومد ما رو از گناه و تاریکی در بیاره برای فرشته هیچ کاری نمیکنه فرشته ای که سقوط کرده سقوط کرده برای اون دیگه من نمیدونم راه نجاتی نیست عیسی نمیتونه برای اون کاری بکنه ولی این فرشته ها عمق این کاری رو که خداوند داشتن میکردن رو درک کردن فرشته ها اون عمق محبت خداوند عمق عظمت کار خداوند عمق فیض خداوند رو این فرشته ها فهمیدن و شروع کردن خداوند رو ستایش کردن و پرستش کردن کاری که برای اونام داره صورت نمیگیره نجاتی که برای اونها داره مهیا نمیشه ولی خداوند رو شاکر شدن و پرستش کردن ببینید این اینو دارم میگم برای اینکه ما انسان ها هنوز هم هنوزه حتی ایماندارها هنوز نمیدونیم که خداوند ما رو با چه محبتی ما رو محبت کرد با چه عمقی و فیزی ما رو محبت کرد و از این وضعیت در آورد خب حالا این تا اینجا بماند خدا رو شکر برای کلام خداوند که آدم وقتی که میره توی کلام خداوند یعنی کلمات کم میاد زبون نمیرسه که اون چیزی رو که میخواد بگه بگه واقعا هللویا آمین عزیزی به من نوشتن اینجا که محمد نف... نبی اسلام یا پیامبر اسلام نمیدونم از مکه فرار کرد رفت از ترس رفت تو قار ولی ایسا بله ایسا در آخری پست به دنیا اومد فروتن شد در آخری پس یعنی به دنیا اومد و از همونجا راه صلیب رو در پیش گرفت آمین آمین یعنی اصلا قابل قیاس نیست اصلا قابل قیاس اگر بخوایم مقایسه بکنیم با چیزای دیگه که اصلا واقعا زمان باید اجازه بده که آدم بتونه همه چیزها رو بگه خدا رو شکر بریم توی میخوام حالا یه چیز دیگر رو یه نکته دیگر رو توجهتون رو جلب بکنم بریم توی متا 16 ببینید اینجا امروز میخوندم برام این جالب بود ایسا به دنیا میاد ایسا بزرگ میشه و از سی سالگی خدمتش رو شروع میکنه خب با شاگرداش میره یه, یه جمله قشنگ میگه عیسی اینجا یعنی همه جمله هاش قشنگه حالا این, این جمله امروز با قلب من صحبت کرده اونو با شما در میون میذارم عیسی یه جا شاگرداش رو جمع میکنه توی متا 16 14 توی متا 16 13 حالا از 13 بخونیم موقعی که میگه عیسی به نواحی قیصریه میاد و از شاگردای خودش میپرسه شاگردایی که دنبالشن امروز من و شما هم شاگردای عیسی هستیم خیلیا 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 دارن عیسی رو دوست دارن پیامبر صلح و سلامتی عیسی چقدر خوبه کارت میدیم خیلی ها اصلا هنوز به عیسی ایمانم ندارن حالا هر کی هر طور میدونه دنبال عیسی رو افتادن عیسی رو شنیدن از عیسی خوششون اومده از شاگردان خود پرسیده گفت مردم این, جمله رو قشنگ دقت کنید مردم مرا که پسر انسانم چه شخص میگوین ایسا اینجا چه به چه نکته ببینید داره دقت میکنه در ظاهر من ایسا پسر انسانم یه انسانم یه جسم انسانی دارم یه آدمم سر و گوش و چشم و همه چیم شبیه یه آدم نرماله همه چیم یه آدمه درسته؟ این خیلی سخته که تو یه آدم رو یک دفعه مثلا بخوای بفهمی که واقعا چه روحی در اون آدم داره کار میکنه و فقط اون رو در همون جسم ببینی. ایسا از شاگرداش میپرسه. ایسا این سوال امروز از خیلی از کسایی که دوستش دارن دنبالش را افتادن فکر میکنن دوستش دارن فکر میکنن دنبالشن یا میخوان دنبالش برن هرچی مردم میپرسه مرا که پسر انسانم چه شخص میگوین الان منی که انسانم منی که همه انسان جسمانی هستم تو منو کی میبینی من کیم واسه تو ایسا کیه برای تو ایسا برای تو کیه برای من کیه جالبه شاگردایی که باهاش بودن گفتند بعضی یحیای تعمید دهنده بعضی الیاس بعضی ارمیا یا یکی از انبیا ایشان رو گفت شما مرا که میدانید مردم امروزه ایسا رو خیلی چیزا میدونن پیامبر صلح و سلامتی ایسای پیسفول ایسای نمیدونم خیلی در آرامش ایسای خوب استاد ایسا نمیدونم خیلی معلم خوبی بوده نمیدونم چیزا یه, یه جمله هایی میگن یه کلماتی میگن خیلی هم میگن اینا شاید شما هم شنیدین هممون شنیدیم که از عیسی به عنوان یه معلم خوب یه, یه پیامبر خوب چون تو اسلام همین بود دیگه میگفتن عیسی یکی از انبیای خوبه پیامبر خوبه انبیای خوبه پیامبر صلح استاد نمیدونم همه همه اینا عیسی این سوال رو میپرسه از خیلی از عزیزان از خیلی از ماها از خیلی از آدما که دنبالش را میفتن تو منو رو... بعد میپرسه میگه حالا مردم هرچی میدونن که تو منو کی میدونی این مهمه عیسی داره اینو میپرسه من و تو عیسی رو چی میشناسیم عیسی که از رحم مریم باکره, باکره به دنیا میاد عیسی که در جسم هست عیسی که در ظاهر یک تولد جسمانی داره و عادیه عیسی رو کی میدونیم که بعد میبینیم شمعون جواب میده که تو پسر خدا هستی این اعترافه که بر روش صخره بنا... که کلیسا بنا میشه اگر عیسی برای تو خدای جس پوشیده است که بر روی زمین اومد هللویا اگر خداییه که برای نجات بشر اومد برای برداشتن بار گناه اومد و اومد که با انسان خودش رو برابر کرد بر روی زمین اومد اگر عیسی برای تو و من اینه آمین نجات رو داریم اون مجده خوشی اون بشارت عظیم اون همه اون چیزهایی رو که خداوند اون ابتدا خوندیم دیگه گفت ذریت تو بر دشمنان پیروز میشه خداوند اینو داره میگه یا به ابراهیم گفته بود که برکت پیدا میکنن یا همینطور هر کدوم از اون چیزهایی رو که در زمان انبیا گفته بود و همه اون برکات و همه اون چیزهایی رو که مربوط به عیسی میشه و از طریق عیسی میتونیم داشته باشیم اون رو خواهیم داشت اگر عیسی برای من و شما فرزند خداونده یعنی خود خدای جس پوشیده است حالا ما میگیم فرزند خداوند چون در کلام گفته خداوند یگان پسرش رو داد ایسا خدای جس پوشیده است ایسا صد درصد جسم انسانی داشت صد درصد مثل من و شما به خوردن به خوابیدن به ناراحت میشد حس داشت فکر داشت نمیدونم لمس داشت. صد درصد انسان بود این جسم انسانی رو داشت ولی روحش روح خداوند بود صد درصد از خداوند بود و اون ارتباطش با خداوند بود هاللویا الوهیتش از آسمان بود حالا چون اینو توی یوحنا اگر میخواید بدونید که واقعا عیسی کی بود این رو دیگه خوندیم هممون بارها دیگه این رو خوندیم در ازل کلمه بود توی یوحنا در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود ایسا رو داره میگه کلمه خدا بود همون در ابتدا نزد خدا بود ایسا از ابتدا بود چون خدا بود شاید ال... این باید یه توضیح بیشتر اگه عزیزانی که این رو نمیتونن درک کنن احتیاج به تو این جلسه نمیشه براش توضیح و صحبت کرد خیلی جلسات داشتیم و خیلی هم اگر سوالی دارید میتونید بپرسید عیسی از ابتدا بود عیسی صد درصد انسان و صد درصد خدا بود حالا من میخوام این نکته رو بگم و با این کم کم ببندم عیسی که میلادش دنیا رو به دو قسمت میکنه عیسی تولد پیدا میکنه قبل از اون در گناه تاریکی و در اسارت و در شریعت بود و بعد از تولد عیسی فیض و برکت و نجات میاد ایسا امروز در قلب هر کدوم از ما یک روزی تولد پیدا کرده هر کدوم از ما به شخصه قبل از میلاد و بعد از میلاد داریم درسته؟ هر کدوم از ما قبل از میلاد و بعد از میلاد داریم جمیله ای که قبل از میلاد چه شکلی بود در چه وضعیتی قرار داشت و از زمانی که میلاد مسیح در درون او رخ میده عیسی 2000 سال قبل 2000 خورده سال قبل تولد پیدا کرد ولی من نجات رو نگرفتم در قلب من سالها قبل نجات اومد و میلاد پیدا کرد و تولد پیدا کرد عیسی در قلب ما هم روزی میلادش شکل گرفت پس بعد این ما ایسایی رو داریم که ایسایی که تمام اون برکات و اون مجده خوشی و اون همه چیزهایی رو که خداوند میخواست از طریق اون بیاره باید برای ما باشه میخوام اینو بگم خیلی سریع توی یوحنا وقتی که میخونیم میبینیم ایسا خودش رو به زبانهای مختلف به کلمات مختلف و به چیزهای مختلف خودش رو معرفی میکنه ایسا خودش رو نور عالم میگه اینجا رو گوش کنید دیگه آخراش میخوام بمندم تایمم تا خیلی رفته ایسا اگر در قلب من و تو تولد پیدا کرده چی در ما شکل گرفته ما بعد میلاد مطمئنا نباید شبیه قبل از میلاد باشیم ایسا در ما هست پس یک چیزهایی را هم با ایسا داریم باید در ما باشه ایسا میگه من نور عالمم درسته؟ آیه رو همه رو نوشتم ولی حالا توی یوحناس 8 دواز ایسا میگه من نور عالمم اگر این نور هست دیگه من توی تاریکی نیستم دیگه من نباید سردرگم باشم ندونم که کجا قرار دارم چی داره میگذره این منم و عیسی که کلام خداست باید اون رو از کلامش بفهمم و درش قوت بگیرم عیسی میگه من راه و راستی ام عیسی تنها طریقه اگر در سردرگمی داره رخ میده پس یه چیزی اینجا اشتباهه در زندگی من ایماندار منه ای که ایس در ایسا در من تولد پیدا کرده ایسا رو دریافت کردم اگر سردرگمم نمیدونم دارم چیکار کار میکنم کجا میرم این یه جاش اشتباهه برای اینکه ایسا راه و راستیه توی چارده شش میگه اینا همه توی یوحناست یا ایسا میگه که من شبان نیکو هستم اگر داریم توی یه مسیری میریم حراسانیم نگرانیم نمیدونیم سردرگمیم دلهره داریم این اشتباهه برای اینکه عیسی خودش رو شوان نیکو میگه شوان جلو میره مسیر رو میدونه کجا داریم میره و گوسفندها دنبالش پس این اشتباه داره باید من بعد میلاد باید متفاوت باشم با قبل از میلادم من دیگه نباید اون نگرانی ها و اون دلحوره قبل داشته باشم عیسی ایسا تاک حقیقی است ایسا نان حیاته توی 648 نان حیات ایسا خودشون نان حیات نان حیات نانو چکار چی چیکار میکنن میخورن هر روزه پس من باید ایسا رو هر روزه داشته باشم و بخورم اینها رو دارم میگم برای اینکه اگر ایمان داریم که در ایسا در ما تولد یافته و میلاد مسیح در ما رخ داده ما باید متفاوت باشیم با قبل از مسیح با قبل از تولد مسیح در زندگیمون در او عمق بگیریم با او شناخت داشته باشیم و تمام اون برکات و خوشی رو که خداوند سالها و سالها و سالها به انبیا داشته مژده میداده اونها رو دریافت کنیم عیسی شفا دهنده است عیسی آرامش دهنده است عیسی راه و راستیه عیسی همه چیه خداوند همه چیه و همه چی رو در این عیسی و در این پکیج به ما داده همه چیز رو داده فقط ما باید اون درک رو اون فرشته ها همه رو میدونستن برای همین هورا میکشیدن و خوشحالی میکردن و شادی میکردن ولی ما فقط فهمیدیم عیسی ما رو نجات داده از گناه نجات داده بعد مرگمون میریم در حضور خداوند و تا ابد با او خواهیم بود ما فقط همین اندازه انگار گرفتیم ولی عیسی فقط این نبود تولد عیسی فقط این نبود برای ما خیلی چیزای دیگه هم هست و اون رو فقط و فقط تنها از طریق کلامش میتونیم بخونیم و درک کنیم و بهش نزدیک بشیم و تمام اون چیزی رو که عیسی خودش رو از طریق کلامش به ما معرفی میکنه در درونمون دریافت کنیم برای اینکه جور دیگه نمیتونیم بفهمیم که او برای ما چه کرده و چه آورده فرشته ها فهمیدن اونا روح بودن در خداوند نزدیک خداوند بودم و فهمیدن همه چی رو ولی ما نمیتونیم ما باید از طریق کلامش درک کنیم که برای ما چی مهیا شده خدا رو شکر میکنم برای این جلسه خدا رو شکر میکنم برای تولد خداوند و برای این سال جدید که میاد سال جدید رو به نام عیسی برکت میدم به زندگی هاتون به جسم و جانتون به مالتون به فرزندانتون به خونوادهتون و باشه که در خداوند سالی مبارک رو داشته باشید و سالی پر از برکت در اراده خداوند باشه برای تک تکتون برای تک تکتون و اراده نیکوی خداوند رو به انجام برسونیم و چون مریم اطاعت کنیم هممون چه شود؟ چه شود؟ خداوند اون کار عظیمی رو که میخواست بکنه تا تولد ایسا کرد بعد این شما حساب کنید که چه زیبایی عظیمی رو خواهد داد اگر هر کدوم از ما اطاعت کنیم دوستتون دارم در خداوند باشید مبارک خداوند هستید دوستتون دارم تک تکتون که با من بودید ممنون و سپاس گذارم و ممنونم از پیاماتون از تبریکاتون و از همه چیزهایی که داشتیم روی ماهتون رو میبوسم تا روزی دیگه شما رو به خداوند میسپارم آمین